خطاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید تا به سرزمین جاوید وقتی بردیای ساختگی دهان گشود و شروع به صحبت کرد بر این تافرنس محقق گردید که او بردیا نیست زیرا با اینکه که یه می کشید صدای بردیا را تقلید نماید تفاوت صدای او با صدای برادر کمبوجیه در گوش سردار ایرانی محسوس بود از این دو گذشته برخورده بردیا ساختگی با این تا فرنس برخورده غیر عادی بود گویی مردی که بر تخت جلوس کرده بود بر خلاف یک پادشاه واقعی ایران نمیدانست با یک سردار جنگی که بعد از چند سال خدمت در جنگ از راه رسیده چگونه باید صحبت کرد بردیای ساختگی گفت در نامه ای که داریوش به من نوشت از آمدن تو چیزی نگفت این تا فرنس گفت در آن موقع هنوز به فکر نیفتاده بود که مرا نزد پادشاه بفرستد بر دیا گفت من نامه ای به داریوش نوشتم ام و امر کردم فرماندهی قشون را به دیگری واگذار کند و خود به تنهایی به اکباتان بیاید این تا فرنس متوجه شد که منظور آن مرد هیلگر این است که داریوش را به اکباتان بکشاند و او را به قتل برساند سپس سردار ایرانی منتظر ماند که بردیا از او راجب به قشون ایران تحقیق کند ولی بردیا هیچ پرسشی راجب به وضع قشون نکرد حتی از برادرش کمبوجیه نپرسید و پس از چند لحظه سکوت اظهار کرد که تو مرخص هستی و می توانی بروی این تافرنس از تالار کاخ سلطنتی اکباتان خارج شد و بدون لحظه ای درنگ آزم قصر شیرین گردید تا اینکه به داریوش بگوید که بردیا بدون تردید مردیس غیر از برادر کمبوجیه و اگر او از وی اطاعت کند و به اکباتان برود کشته خواهد شد این تا میخواست خود را به سرعت به داریوش برساند تا به او بگوید که همه مردم ایران از ستم مردی که خود را بردیه میخواند به جان آمده اند. او علاوه بر اینکه کیش خود را بر مردم تحمیل کرده نیمی از درآمد مردان را از آنها میگیرد و تا کنون در هیچ کشوری یک چنان مالیات ظالمانه ای از مردم گرفته نشده اینتافرنس بدون ترحم به اسبی که زیر رانداش روز و شب اسب میتاخت دقت میکرد به او در جایی از پا درآید که بتواند اسب دیگری خریداری کند و به راه ادامه دهد وقتی این تافرنس به داریوش رسید نامه بردیا به دست فرمانده ارتش ایران رسیده بود داریوش که بردیا را به سلطنت می تصمیم داشت اطاعت کند و فرماندهی ارتش را به کاسا گرد گذار نماید و خود به تنهایی به اکباتان برود لیکن این تا فرنس به او گفت زینهار این کار را نکن زیرا همین که وارد اکباتان شوی کشته خواهی شد زیرا مردی که خود را بردیا میخواند برادر کم بوجیه نیست و پیوسته صورتش را با نقاب میپوشاند تا مردم رخسارش را نبینند و نفهمند که وی برادر کم بوجیه نمی باشد سپس به تفصیل مشاهدات خود را برای داریوش بیان کرد و گفت مردم ایران از بدعت ها و ظلم این مردم که من نتوانستم بفهمم کیست و با چه خود ای جای را گرفته به تنگ آمده اند داریوش گفت چرا راجع به هویت او تحقیق نکردی تا اینکه بفهمم وی کیست و از کجا آمده این فرنس گفت ترسیدم که اگر برای کشوه هویت آن مرد توقف کنم تو از دستورش اطاعت کنی و فرماندهی ارتش را به دیگری واگذار و به تنهایی به اکباتان بروی داریوش گفت ولی در اینجا از آن بدعتها ها که تو میگویی دیده نمی شود اینتا فرنس گفت برای اینکه اینجا سرزمین بابل است و آن مرد کذاب هنوز فرصت نکرده که کیش خود را در سایر کشورهای امپراتوری ایران رواج دهد یا اینکه از جنگ می ترسد چون اگر بخواهد کیش خود را در بابل و سوریه و جاهای دیگر رواج دهد مردم خواهند شورید در قشون داریوش شش سردار برجسته بود که یکی از آنها این تافرنس به شمار می‌آمد داریوش در همان روز سرداران ششگانه را برای مشورت احضار کرد این تا که بسیار خسته بود به گرما برفت و آنگاه قدری خوابید و بعد از برخواستن از خواب برای شرکت در جلسه سرداران قشون به راه افتاد داریوش از او درخواست کرد که آنچه در ایران دید و شنید و استنباط کرد بیان کند این گزارش خود را تکرار کرد و گفت اگر در صحت آنچه میگویم تردید دارید خود بروید و ببینید که وضع ایرانیان چگونه است رفتن به بتخانه و سجده کردن مقابل بت بزرگ در شهرهای ایران اجباری است اگر کسی یک روز به بتخانه نرود به قتلش میرسانند در صورتی که در کیش ما رفتن به آتشکده اجباری نیست و کسی برای نرفتن به آتشکده مجازات نمی شود بروید تا ببینید که در بودخانه ها دختران جوان مباه هستند اما اگر دختری شوهر کند و شوهرش بمیرد زنده زنده آن را با جسد شوهرش میسوزانند. سردار ایرانی گفتند کسی که با کیش و قومیت و تهارت ملت ما اینطور رفتار می کند حتی اگر بردیای واقعی هم باشد واجب القتل است باید او را به قتل رسانید و مردم ایران را نجات داد در همان جلسه داریوش و شش سردار دیگر عهد بستند که آن مرد را اعم از اینکه بردیای واقعی باشد یا نباشد به خاطر هایی که به وجود آورده به قتل برسانند و ایرانیان را نجات دهند و آن عهد در گفته داریوش هست باید دانست که آن شش سردار ایرانی که برای کشف هویت بردیای ساختگی با داریوش هم عهد شدن رئیس دودمانهای خود نبودند ولی همه از مردان برجسته دودمان خود محسوب می شدن و از این گذشته هر شش نفر از داریوش گوش شنوا داشتند آنها عادت کرده بودند که داریوش را رئیس ستاد ارتش و آنگاه فرمان روای مصر و فرمانده ارتش ببینند و تصدیق می کردن که او مردی لایق است. داریوش بعد از اینکه ارتش ایران را در قصر شیرین به حرکت درآورد با اینکه وارد وطن خود شده بود طلایه به جلو فرستاد که مبادا قشون قافل گیر شود. زیرا چون بردیای ساختگی پادشاه ایران نبود و بعید نمی نمود که در صدد براید ارتشی را که تحت فرماندهی داریوش است از بین ببرد وقتی قشون داریوش به کرمانشاهان رسید حاکم آن شهر فرمانی را که از بردیه رسیده بود به داریوش رسانید که در آن فرمان بردیه می گفت اگر حکم من راجب این که تو تنها به اکباتان بیایی به تو نرسیده باشد به موجب این فرمان به تو امر می کنم که فرماندهی ارتش را به یکی از افسران ارشد بسپاری و خود تنها به اکباتان بیایی و ارتش در کرمانشاهان باشد تا بعد که من راجب آن تصمیم بگیرم بر داریوش و سرداران دیگر معلوم شد که بردیا ترسیده که داریوش از حکم او اطاعت ننماید و فرماندهی ارتش را به دیگری واگذار نکند بلکه با قشون خود آزم اکباتان گردد لذا حکم را تجدید کرد و حاکم کرمانشاهان را معمور کرد که آن حکم را به داریوش تسلیم نماید داریوش از حاکم کرمانشاهان پرسید آیا تو پادشاه را دیده ای؟ او گفت در اکباتان به حضورش رسیدم اما صورتش را ندیدم چون نقاب بر صورت داشت داریوش پرسید آیا تو در گذشته بردیا را دیده بودی؟ حاکم کرمانشاهان گفت نه ولی اطلاع دارم که خیلی شبیه به برادرش کمبوجیه می باشد داریوش گفت من میخواستم فقط همین را از تو بشنوم و تمام کسانی که بردیه را دیده بودن میدانند که او به قدری شبیه به برادرش است که اگر آن دو لباس یک رنگ و یک شکل بپوشند با هم مشتبه هم می میشوند حاکم کرمان شاهان گفت منظورت از این حرف چیست؟ داریوش گفت منظورم این است مردی که اینک خود را پادشاه ایران میخواند بردیا نیست حاکم کرمانشاهان حیرت زده پرسید چگونه می شود که او بردیا نباشد؟ داریوش گفت من هنوز او را ندیده ام اما این فرنس از سرداران قشون را برای دیدن بردیا به اکباتان فرستادم و او که در گذشته بردیا را دیده بود گفت مردی که خود را پادشاه ایران میخواند و نقاب بر چهره دارد بردیا نمی باشد من به قول این تافرنس اعتماد دارم و میدانم که وی اشتباه نکرده حاکم کرمان شاهان گفت پس بردیا چه شد؟ داریوش گفت به احتمال زیاد مردی که نقاب بر صورت دارد بردیا را معدوم نموده حاکم کرمان شاهان گفت وقتی بردیا قوانین عجیب را به موقع اجرا گذاشت و گفت که هر کس باید نیمی از درآمد خود را به اسم مالیات به او دهد و ذبح جانوران را ممنوع کرد و بتخانه به وجود آورد و آنجا را مرکز بی افتی نمود من تصور کردم که دیوانه شده دیگران هم گمان نمودند که بردیا دیوانه شده اما اینه که تو میگویی پادشاه ایران بردیا نیست بلکه مردی دیگر میباشد چشمهای بسته من باز شد حالا میفهمم محال از پسر کوروش پادشاه بزرگ ایران که پوست و گوشت او با مزدا پرستی روش کرده بود برست شود و بگوید که مردم مقابل بودها سجده کنند و محال از پسر کورش بگوید که دختران جوان در بودخانه ها خود را در دسترس مردان قرار دهند داریوش گفت من در آغاز باور نمی کردم مردی که خود را فرزند کوروش و پادشاه ایران می خواند مرتکب این ستمها و اعمال قبیح شود برای اینکه در خارج از ایران اثری از ستمگری و اعمال قبیح بردیاه نبود ولی از روزی که وارد ایران شده ام به هر جا که قدم میگذارم میبینم که مرد و زن از ظلم شخصی که خود را بردیا میخواند به جان آمده اند و خواهان نابودی او هستند حاکم کرمانشاهان گفت فقط تو که امروز یک ارتش نیرومند داری میتوانی مردم ایران را از ظلم این مرد نجات دهی و تمام مردم ایران برای اینکه از ستم رهایی پیدا کنند پشتیبان تو خواهند بود داریوش گفت آیا تو خبر ورود مرا به اینجا به اطلاع او رسانیدی یا نه حاکم کرمانشاهان گفت او برای من نامه نوشته و دستور داده همین که تو وارد شدی خبر ورودت را با یک پیک سری برایش بفرستم و من که نمیدانستم او فرزند کوروش نیست ناچار اطاعت کردم داریوش گفت آیا تو از مفاد فرمانی که برای من نوشته از اطلاع حاصل کرده ای یا نه؟ آن مرد گفت بلی چون بردیا در نامه ای که به من نوشت تصریح کرد که به تو دستور داده که قشون خود را در کرمان شاهان بگذاری و به تنهایی به اکباتان بروی داریوش گفت اگر من نخواهم قشون خود را در اینجا بگذارم و به تنهایی به اکباتان بروم بردیا چه دستوری به تو داده است حاکم کرمانشاهان گفت او به من دستور داد که تو را دستگیر کنم و دست بسته به اکباتان بفرستم داریوش گفت من نمیخواهم قشون خود را در اینجا بگذارم و به اکباتان بروم آیا تو مرا دستگیر خواهی کرد و به اکباتان خواهی فرستاد یا نه؟ حاکم کرمانشاهان گفت تو میدانی که من نه توانایی دارم سرداری چون تو را که دارای یک قشون بزرگ است دستگیر کنم و نه اگر توانایی داشتم این کار را می کردم داریوش گفت پس وقتی من از اینجا میروم خبر حرکت مرا با قشون برای بردیان نفرست حاکم کرمانشاهان اطاعت کرد و داریوش با ارتش خود از کرمانشاهان به راه افتاد و سعی کرد که سری راه پیمایی کند اما حرکت یک ارتش هر قد سری باشد به اختزای سوقل جیشی بد برای اینکه باید بی انقطا برای سربازان آزوقه و برای دواب علیق فراهم کند و در جاهایی اتراق نماید که آب باشد و در آنجا که یک کاروان میتواند اتراق کند و از یک جوی کوچک سیراب شود یک ارتش بزرگ قادر به توقف نیست این مسایل که حتی امروز هم که دوره ارتش های موتوریزه از به کلی از بین نرفته و سبب گردیده که اومات در اکباتان از نزدیک شدن ارتش داریوش مستحضر شود. چون میدانست که اگر از پای تخت خود دور شود در هیچ نقطه از ایران ایمن نخواهد بود برای اینکه همه از او به جان آمده و امترین نقطه را اکباتان دانست و تصمیم گرفت که اگر داریوش اطاعت نکرد خود را در پناه حصار آن شهر قرار دهد راجه به حصار اکباتان در تواریخ مورخین یونانی چیزهایی دیده می شود که عقل سلیم نمی پذیرد. بعضی از مورخین نوشته اند که دور شهر اکباتان هفت حصار بود و هر کدام به یک رنگ. بدون شرایط این اقراق است و ساختن هفت حصار آن هم رنگارنگ مستلزم هزینه ای سنگین بود. کتزیاس مورخ یونانی که به چشم خود حسار اکباتان را دیده نوشته است که این حسار عبارت بود از یک دیوار به طول 80 استاد و چون هر استاد یونانی 200 متر بود معلوم می شود که حسار اکباتان 16 کیلومتر طول داشته کتزیاس میگوید مقابل حصار شهر استحکامات ساخته شده است و منظور از استحکامات عبارت بود است دژهایی که در بیرون حصار به فاصله 200 یا 300 متر می‌ساختند در آن دژها سربازان جلوی دشمن را گرفتند و نمیگذاشتند که دشمن به حصار نزدیک شود و با وسایل آن زمان که مؤثرتر از همه منجنیق‌های سنگین بود حصار را ویران نماید و اگر از عهده جلوگیری از دشمن بر نمی آمد دژها را تخلیه می کردن و به شهر عقب نشینی می نمودن. وقتی ارتش داریوش به اکباتان رسید دروازه های شهر بسته بود که اوماته نخواست که داریوش با قشون خود قدم به شهر بگذارد و از بالای آن حصار برایش پیغام فرستاد که چرا تخطی کرده و فرمانش را اطاعت ننموده داریوش جواب داد در ارتش ایران سابقه ندارد که افسری از امر پادشاه اطاعت نکرده باشد من از این جهت اطاعت نکردم که دانستم مردی که خود را بردیه برادر کمبوجیه و پسر کوروش میخواند شاهزاده ایرانی نیست اگر میدانستم او شاهزاده ایرانی و وارث تاج و تخت است محال بود اطاعت نکنم بردیا پیغام فرستاد من میگویم دروازه را به روی تو باز کنند تا اینکه به تنهایی داخل شهر شوی و نزد من بیایی و یقین حاصل کنی که من بردیا هستم داریوش گفت اگر تو بردیا و وارث تاج و تخت هستی چرا اصرار مینمایی که من به تنهایی وارد شهر شوم اگر تو پادشاه ایران هستی قشونی که من از سوریه برگردانیده ام از آن توست و تو نباید از این قشون وحشت داشته باشی اما بردیا ظاهری اصرار می کرد که داریوش به تنهایی وارد شهر شود و نزد او بیاید و داریوش هم نپذیرفت و شهر را محاصره کرد گعوماته هیلگر بود ولی از جنگ اطلاع نداشت و نمیدانست کسی که میخواهد در شهری بزرگ چون اکباتان مقاومت نماید باید برای مدافعین و سکنه شهر آزوق داشته باشد و بدون آزوق و علیق برای چهار پایان نمیتوان یک محاصره طولانی را تحمل کرد از موضوع آزوقه و علیق گذشته مسئله سوخت هم برای مدافعین و مردم شهر تولید اشکال می کرد. چون داریوش موقعی که به اکباتان رسید که فصل پاییز شروع شده بود و به زودی زمستان می رسید. در اکباتان هنگام زمستان هوا خیلی سرد می شد و امروز هم که همدان جای اکباتان را گرفته هنگام زمستان هوای آن شهر خیلی سرد می شود. چون شهر در محاصره قرار گرفت راه ورود سوخت به اکباتان مسدود شد و دیگر مردم نتوانستن از خارج سوخت وارد کنند. گرچه کسانی که بزاعت داشتن طبق روش قدیمی سوخت زمستان را در فصل تابستان فراهم کرده و در انبار جا داده بودند. اما طبقه بی بزاعت شهر که آزوقه و سوخت خود را به تدریج فراهم می کردن بر اثر محاصره از هر دو جهت دچار مزیق شدند. گزنفون مورخ یونانی می نویسد. از دومین دو روز محاصره آزوقه در شهر نایاب شد. آنها ای که در خانه ها زخیره خاروبار نداشتند دچار اسرت شدند. در سومین روز محاصره داریوش برای گعومات پیغام فرستاد. که اگر تو پادشاه ایران بودی در این شهر که پای تخت تو می باشد خود را در معرض محاصره قرار نمیدادی و به اطباع خود که ساکن این شهر هستن رحم می کردی اگر محاصره ادامه پیدا کند مردم دچار قحطی خواهند شد و چون زمستان نزدیک است از سرما به حلاکت خواهند رسید بنابراین دستور بده که دروازه ها را باز کنند. من تو را مجازات نخواهم کرد مشروط بر این که بگویی با بردیا چی کرده ای اما اماته جواب نداد و سکوتش نشان میداد که نمیخواهد تسلیم شود و داریوش تصمیم گرفت که شهر را با قلب اشغال نماید داریوش تمام ساز و برگ ارتش ایران را از سوریه آورده بود و نگذاشت که چیزی از ساز و برگ از بین برود از جمله منجنیقهای ارتشی که به قطعات منفصل تقسیم و حمل میشد با قشون داریوش بود و داریوش فرمان داد که منجنیقها را نصب کنند و تمام های ستون را آماده کنند که هنگام شب حصار شهر را روشن کنند دژهای خارجی شهر اکباتان که گفتیم مقابل حسار ساخته میشد در اولین روز جنگ به تصرف داریوش درآمد سربازانی که در آن دشها بودند تسلیم شدند و همه آنها از آمدن ارتش ایران ابراز مسرت کردند چون داریوش با ارتش خود آنها را از شر بردیا نجات میدادند روحیه سربازانی که در داخل شهر بالای حصار دفاع می کردن نیز مانند روحیه سربازانی بود که در دژها به سر می بردن و تسلیم شدند. از لحظه ای که منجنی خواه حصار را هدف قرار دادن بدون انقطاع سنگ بر حسار می بارید. داریوش به منجنق اندازان دستور داده بود که طوری نشانگیری کنند که سنگ ها روی حسار سقوط کند و فقط کسانی که بالای حسار هستند از پا درآیند فرمانده ی ارتش ایران نمیخواست که مردم شهر آسیب ببینند و خانه‌هایشان ویران گردد و به قتل برسند هر که از منجنیق پرتاب میشد و بر دیوار سقوط می کرد اگر بر یک سرباز اصابت می نمود او را از پا در می آورد سربازها برای مبارزه با منجنیق ها هیچ نداشتند و بردیا هم که مرد جنگی نبود نمیدانست چگونه باید منجنیق ها را از کار بگندازد. وقتی آفتاب غروب کرد مشعلها برای روشن کردن حصار اکباتان مشتعل شد و متصدیان منجنیق همچنان بر حسار سنگ میباریدند و نزدیک نیمه شب یک پرچم سفید بالای برجی که طرف جنوب دروازه شرقی بود افراشته شد و مستحفظین آن برج نشان دادند که میخواهند تسلیم شوند از آن لحظه داریوش امر کرد که از پرتاب سنگ به سوی آن برج خودداری کنند ولی سنگباران قسمت های دیگر ادامه داشت نماینده ای که پشت یک سپر بزرگ چوبی پنهان شده بود تا اینکه هدف تیر قرار نگیرد به برج نزدیک گردید شخصی که معلوم بود سمت فرماندهی دارد از بالای برج فریاد زد که ما حاضریم که تسلیم شویم مشروط بر اینکه جان ما مسون باشد داریوش که شنید آن مرد چه گفت به وسیله نماینده اش جواب داد تسلیم شوید و اطمینان داشته باشید که جان و مال مدافع این و سکنه شهر مسون است و کسی نسبت به شما تعرض نخواهد کرد در حالی که سنگباران قسمت های دیگر حصار ادامه داشت سنگچین عقب دروازه شرقی به اسم دروازه خور آخر یعنی جهتی که خورشید از آنجا میدمد را برداشتن و آن را بر روی سپاهیان داریوش گشودن در ایران اکباتان یگان شهری بود که فقط با منجنیق گشوده شد و داریوش برای گشودن آن شهر وسایل دیگر به کار نبرد و در محاصره های دیگر منجنیق یکی از سلاحهای جنگ به شمار می آمد که محصورین را اذیت می کرد ولی به تنها این نمی توانست باعث پیروزی شود سربازان داریوش با مشعلها وارد شهر شدند و قسمتی از آنها دو برج دروازه خوراخور و حسار اطراف آن را اشغال کردند اده ای از سربازان به دستور داریوش مستقیم به سوی کاخ سلطنتی رفتن و در همان حال سربازان دیگر تمام معابر اکباتان را اشغال کردند آنگاه کاخ سلطنتی شهر محاصره گردید کاخ سلطنتی بالای تپه ای قرار داشت که در وسط شهر بود و از آن تپه یک مجرای فازلا به آب به خارج می رفت که آبهای فازلا و آب باران و برف را که بر تپه می بارید به خارج می برد. داریوش مخرج آن مجرای فازلاب و همچنین مخرج سایر مجاری فازلا به آب شهر را تحت مراقبت قرار داد تا اینکه بردیای ساختگی از آن نگاری زد. وضع شهر اکباتان قدیم را که یکی از بلاد معظم شرق بود نباید با وضع کنونی همه سنجید در 25 قرن گذشته باران و برف و باد و آفتاب و زلزله توری وضع اکباتان را تغییر داده که نمیتوان آن را در همدان کنونی شناخت گزنوفون میگوید شهر بر دامنه تپه ها بنا شده بود و کاخ سلطنتی بر تپه ای مرتفع تر از تپه های دیگر قرار داشت با اینکه آب باران سرازیر میشد در معابر شهر پای تپه ها آب به نظر نمی رسید زیرا مجاری فاضلاب تمام آبها را به خارج منتقل می کرد بردیا در کاخ سلطنتی محصور شد و متوجه گردید که راه گریز ندارد و یگان راه فرار را مجرای آب دانست و به چند تن از قدم خود گفت کیسه های پر از زر و گوهر را بردارند و مشعل بیفروزند تا اینکه بتوانند از راه مجرای فاضلاب بگریزند بعد از اینکه سربازان داریوش وارد اکباتان شدن آن قسمت از سربازان که بالای حصار و در برج ها بودن چون مقاومت را بدون نتیجه دیدن تسلیم گردیدند. در قشون داریوش افسر و سربازی نبود که نداند بردیا که ادعای سلطنت ایران را می کند و بر تخت جلوس کرده نقاب بر صورت دارد عده ای از آنها قبل از اینکه از ایران خارج چون می که بردیا نقاب بر صورت دارد و بقیه بعد از مراجعت به ایران از آن موضوع مستحضر شدند لذا همین که بردیا با خدمه خود در حالی که مشعل در دست داشتن از مجرای فاضلا به آب خارج شدن و سربازان داریوش که در مخرج مجرای فاضلا به آب نگهبانی می کردن او را از نقابش شناختند. وی را دستگیر کردن و به داریوش اطلاع دادند که بردیای نقابدار دستگیر شده داریوش در آن موقع نزدیک کاخ سلطنتی بود و بعد از اینکه از خبر دستگیری بردیا مطلع شد به سربازان مدافع کاخ سلطنتی اطلاع داد که بردیا از راه مجرای فاضلاب گریخ و ادامه مقاومت آنها بدون فایده است و سربازان مدافع کاخ سلطنتی هم تسلیم شدند و داریوش وارد آن کاخ گردید و گفت بردیا را نزد او بیاورند به داریوش گفتند که بردیا چون از راه مجرای فاضلاب آب گریخته آلوده است و شایسته رسیدن به حضور داریوش نیست فرمانده ارتش ایران گفت او را بشوین و از کاخ سلطنتی برایش لباسی بیاورند که لباس خود را عوض نماید بعد از ساعتی بردیارا که همچنان نقاب بر صورت داشت به حضور داریوش آوردند دنیای کتاب صوتی